سلام، سونی بالاخره قابلیت افزایش SSD رو به پلی‌استیشن 5 اضافه کرد. حالا تو این ویدیو می‌خوایم بیایم خیلی جمع و جور از این صحبت کنیم که چه SSD هایی رو پشتیبانی می‌کنه پلی‌استیشن 5 و چجوری ما می‌تونیم به راحتی SSD رو افزایش بدیم و یه فضای بیشتری رو برای بازی کردن و نصب بازی‌ها در دسترس داشته باشیم. قبل از اینا بریم در مورد اسپانسر صحبت کنیم. ما از آونگ خواستیم که برای ما 4 تا SSD M2 بفرسته تا بتونیم در حالتهای مختلف پشتیبانی پلیستیشن 5 رو تست کنیم. حالا دوتا از اینا نسل 4 هن و دوتاشون نسل 3. آونگ با گارانتی 5 ساله SSD ها رو تو ایران به فروش میرسونه. در نتیجه اگه خواستین میتونین وارد سایتشون بشین و این NVMe ها رو خریداری کنین. خیلی خوب، اول از همه میریم پلی‌استیشن 5 رو باز میکنیم و که اصلا ببینیم چجوری به اون اسلات M2 برسیم و بعد از این که حالا بازش کردم اونجا توضیحات لازم در مورد این که سونی گفته که پلی‌استیشن 5 از چه نوع SSD پشتیبانی میکنه رو حین باز کردنم بهتون میگم. اول از همه بیاین یه نگاهی بندازیم، بازش کنیم. فقط دو تا پیچگوشتی آوردیم. اینو در نظر بگیرین که حتما پیچگوشتی مناسب با پیچی که حالا اسلات داخلیش هست بهتون نشون میدم برای اونو استفاده کنین. ما قبل از اینکه حالا این ویدیو رو الان ضبط کنیم، ویدیو که دارین میبینین، تلاش کردیم ولی پیچگوشتی مناسب نبود، زدیم اون پیچ اورجینالش رو خراب کردیم. شما نکنین، میبازین مثل ما میبازین. الان با یه پیچ الان نشونتون میدم، پیچ سفید شده، پیچ اورجینال مشکی رنگه. این پایش رو باز کنم. آخیش ما رو نزنیم. خب ببین، برای این که باز کنیم، اگه دیسک داره دیسک باید به این شکل باشه، از این گوشه بگیریم و با یه فشار بازش کنیم. اگه دیجیتالیشو دارین اون لوگوی پلی‌استیشن میفته سمت این بر پایین، حالا در نظر بگیرین خودتون دیگه، چون قرین است ایران. از این گوشی میگیریم، خب یه فشار میاریم باز میشه. اینو میذاریم این گوشه. خب یه دونه هیچ کدوم از این پیچ های دیگه رو دستکاری نکنین تحت هیچ شرایطی، چون پیچ ها همشون نحیفن و میگم اون مشکل هرس شدن و خوردگی امکان داره پیش بیاد. یه دونه اسلات اینجا هستش، اگه اشتباهی اون طرفش رو باز کردین دوباره برگردین ببندین و برگردین این ورش. روش 4 تا علامت روی دسته های پلی‌استیشن 5 هستش که مثلث، مربع، دایره و ضرب داره. اینو باز میکنیم. خب اینم که بزنین یه گوشه. اون پیچی که میگم روی اندازه 110 بسته شده. M2 که پلی‌استیشن 5 پشتیبانی میکنه باید طولش یا 30 یا 42 یا 60 یا 80 یا 110 باشه و عرضش حتما باید 22 میلیمتر باشه. این ابعادی هم که گفتم 30 میلیمتر، 42 میلیمتر و الی آخر. اگر از این اندازه بیشتر باشه یا هیت سینکی بخرین که بیشتر از این اندازه باشه به مشکل میخوره دستگاه و اصلا نمیتونین جا بزنین. تنچه خیلی حواستون باشه که M2 که میخواین روی دستگاهتون بزنین حتما طولش و عرضش 2230، 2242، 2260، 2280 و 2210 باشه. این M2 هایی که ما داریم الان 2280 هن که تو ایران بیشتر همین 2280 الان در دسترس برای نسل 4 PCIe. نسل 3 به هیچ عنوان پشتیبانی نمیکنه. این پیچه رو وقتی باز میکنین، حالا برای شما مشکی رنگه، ما چون پیچه زدیم خراب کردیم جاتون خالی، یه دونه از این رنگای بیخود نقره‌ای زدیم ولی خب خدایی کیفیتش بهتر از خود پلی‌استیشنه. یه مهره‌ای هست، اینو با دقت در بیارین چون برای جا زدن SSDش یه مهره کوچولو هست. این مهره رو برای حالا هر جایی که خواستین اسلاتش رو جا بزنین، این M2 ها، این مهره رو بعد بزنین و پیچ رو ببندین روش. خب بریم اول اونی که
سونی گفته رو بزنیم. سونی 4 تا شرط گذاشته، 4 یا 5 تا شرط گذاشته. اول اینکه SSD که خریداری میکنین حتما باید نسل 4 باشه، یعنی PCIe نسل 4. و نسل سعی بگیرین پلی استیشن 5 پشتیبانی نمیکنه و به هیچ دردتون نمیخوره الکی پول خرج کردین. دوم پلی استیشن یعنی سونی گفته که باید سرعتش 5500 مگابایت در ثانیه باشه. اگر از این کمتر باشه سونی میگه که پشتیبانی نمیکنه، ولی خب اینو تست میکنیم. یه دونه با سرعت پایینتر نسل 4 آونگ برامون فرستاده، اونم تست میکنیم ببینیم آیا سونی راست میگه یا صرفا کلی بازی در آورده و قضیه رو بزرگ کرده. سوم بعد سوکت نسل سوکت 3 باشه، حالا QM این چیه؟ سوکتی که وارد این اسلات میشه اگر اینجا به این شکله، یعنی بزرگتره، یه بخش بزرگ داره و بخش کوچیک داره، این سوکتش باید به این شکل باشه. و بعدش این که حتما باید حجمش بین 250 گیگابایت تا 4 ترابایت باشه. اگر M2 بالای 4 ترابایت بذارین رو دستگاهتون پشتیبانی نمیکنه در حال حاضر. شاید در آینده این امکان رو اضافه کنه، ولی الان دیگه پشتیبانی نمیکنه. خب اینا میخوام جا بزنم فقط. آها ماش. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، حتما باید هیت سینک برای SSDتون خریداری کنید. SSD نسل 4 حالا خیلی داغ میکنه، بخاطر این بدون هیت سینک به هیچ عنوان نبر رو پلی استیشن 5 بزنید، الکی پولتون رو هدر دادید. این هیت سینک هم بعضی SSD ها رو خودشون هیت سینک دارن، یه هیت سینک کوچولو مثل این الان من بهت نشون میدم، اینا مثل این که حالا ترمال پدش هم اینجا هست، ولی بهتره که بیرون یه دونه هیت سینک مخصوص بگیرین. از این فلزیا و کلا آلیاژیا خوبه برای اینکه هیچ نگرانی دیگه نداشته باشین. یه توضیح هم در مورد این بدم، سونی خودش پلی استیشن گفته که 11.25 میلیمتر کمتر باید باشه اندازه هیت سینک متصل به SSD. خب اینو بزنین بس کنین. یه آونگ ما اینو باز کردیم دیگه، میخوایم تستش کنیم دیگه، حالا خودت میدونیم. خب بذاریم این دقیقا این بخششو ترمال پد رو میذاریم رو اینجا. خب الان چسبید. این اندازه‌اش الان کوچولوئه، یعنی نهایت 4 میلیمتر میشه، ولی خب هیت سینک های درست حسابی و بزرگ ابعاد بزرگتری هم داره. از اینجا میدیم تو به راحتی، یه فشار میدیم پایین. خب اولا مهره رو میذارین، من اول یادم رفته بود بزنم الان گذاشتم. بعد اینو میبندیم. خب این الان اوکی شده، میبندیم بعد روشنش میکنیم. حالا میگم چیکار رو میخواییم کنیم، یه بازی مثلا فارکرای روش اجرا میکنیم، یا اگه شد مثلا یه کنار هم روش اجرا میکنیم ببینیم فرقی میکنه نمیکنه، لگی میزنه یا نه. بعد اینکه حالا بعد روشن کردنم مراحلش نشون میدیم بهتون که چیکار میکنم. برای گذاشتن اینم اول این بالاهاشو میذارین بعد میزنین. خب بریم ستاپ کنیم. آها یه چیزم بگم، یادتون نره سیمشو در بیارین، حالا وقتی به سیم وصله به هیچ عنوان بازش نکنین یا برق میگیره خدای نکرده. بریم وصلش کنیم، ستاپش کنیم، ببینیم چه خبره. خب پلی استیشن 5 رو وصل کردیم به برق، بعد روشنش کردیم. اولین تصویری که بعد از روشن کردن و اتصال M2 SSD تون به پلی استیشن 5 می‌بینین این تصویره که ازتون میخواد که M2 SSD تون رو فرمت کنین تا بتونین ازش استفاده کنین. فقط یه نکته ای داره،
یعنی دو تا نکته داره. گفته اگه نمیخواین فرمتش کنین، بعد بیاین کنسولتون رو خاموش کنین و امتیتون رو در بیارین. اگر میخواین استفاده کنین، اینو در نظر داشته باشین که سیو دیتاتون، اسکرین شاتاتون و ویدیو کلیپاتون روی SSD ضبط نمیشه و باید روی خود حافظه داخلی پلی استیشن 5 تون استفاده کنین. فرمت رو میزنیم. یه بنچمارک اولیه میگیره. الان اینجا نوشته که 5972 مگابایت در ثانیه سرعت خوندنشه. خود XPG این مدلی که ما زدیم گیمیکس S70 بلیده، نسخه 1 ترابایتیشه، روش نوشته که سرعت خوندنش 7400 مگابایت در ثانیه است. البته بنچمارک تو شرایط مختلف بیشتر یا کمتر میشه، ولی اصولا حالا یه بار اگه تست کنیم مطمئنم که مثلا 6400 اینا میرسه. این هم در نظر بگیریم که SSD داخلی خود پلی‌استیشن 5 5500 مگابایت در ثانیه است. خب میگه فرمت شده، میتونیم بریم الان بگیم که از کجا نصب کنه بازی رو روی حالا SSD. اوکی، اول از همه میخوام یه دونه بازی بزنیم کپی کنیم ببینیم چقدر طول میکشه. بازی Far Cry 5 پنجو میزنم، فقط ببینم 78 گیگ اینو میزنم کپی کنه توی SSD خارجیمو. جالبه 1 ترابایت الان 1 ترابایت و 30 مگابایت، آره 30 گیگابایتش در دسترسه، یعنی یکم بیشتر از 1 ترابایت در دسترستونه. برای اینکه حالا اینجا هم دیگه تا اینجا اومدیم بذارین اینم بگم دیگه. شما میتونین برین وارد از سیتینگ وارد استوریج بشین، از اونجا برین تو کنسول استوریج، اینجا M2 اضافه شده که با پایین و بالا میایین روش. حافظه خودش هم که 667 گیگابایته. بعد میتونین برین تو گیم، گیمز اند اپس، از اینجا میتونین بازیایی که میخواین رو انتقال بدین روی SSD تون. الان من میام Far Cry انتخاب میکنم، بعد Select Item تو Move رو میزنم، منتقلش میکنم به SSD. ببینیم چقدر طول میکشه. حالا بعد از اینکه چیزه ما تو ادیت میزنیم اینجا چند ثانیه، میتونی الان ببینی چند ثانیه طول کشیده کپی کنه. خب میخوام بزنم Far Cry رو اجرا کنم، بزنید یه بازی دیگه هم بزنیم، کنا مثلا 17 گیگه. خب اول میریم Far Cry، Far Cry 6. ساعت لودش هم الان میتونیم بفهمیم دیگه چقدر دقیقا. حالا لودینگ های اینم میگم که چقدر طول کشید. یه بارم کپی میکنیم رو خود SSD اصلیش، اونجا هم میگم بهتون که دقیقا چقدر طول میکشه در مقایسه با هم. ای دقیقا بعد نیم نگاه من و محمد حسینه، خیلی جالبه. Far Cry بازی نکردم من خیلی، الان لودینگش که خیلی سریع بود، لگ و اینا هم نمیزنه رو SSD، اوکی همه چی. لحظه پیاده شم با برادرامو صحبت کنم. خب بعد اونم حالا بیان کنار رو چیز کنیم. یه مشکل پیش اومد تو اینترنت واسه شدن، اینم کنار.
این چقدر طول میکشه؟ خیلی سریع قدرت پلی استیشن. الان طرفدار ایکس باکس میان میگن وای ایکس باکس کو اون که یه دونه سیستم، الان در مورد اونم توضیح میدم. خب لودینگش که خیلی سریع بود. ای بعد نیم نگاهمون اینا خیلی جالبه. چقدر جالب واقعا. اول قرار بود روی پلی استیشن 5 ضبط کنیم، ولی خب بعدش رفتیم روی یک کیس گیمینگ. کجاست این دشمنه؟ چه داغ کرده شدید. هیت سینک رو حتما باید روش بذاریم. بدون هیت سینک نرین سراغ این کار، مشکل میخوره. خب الان میخوام چیکار کنم؟ الان M2 که سرعتش پایینه، سرعت خوندنش زیر 5500 مگابایت در ثانیه است رو میزنم که ببین اصلا سونی کلی بازی در آورده یا واقعا پشتیبانی نمیکنه. اینو روشن میکنم، اجرا میکنم. این هیت سینکش هم روشه. آره هیت سینکش هم قبلا روش نصب شده. خب این یکی M2 رو گذاشتیم. این کدوم مدل گیمیکس S50 لایته. PCIe 4 نسل 4 همونجور که گفتم، فقط یه مسئله هست، سرعت خوندنش 3900 مگابایت در ثانیه است. سونی گفته بالای 5500 مگابایت در ثانیه باید باشه. الان که وصلش کردیم ظاهراً کار میکنه. خب فرمتش کنم، سریعتر هم فرمت میشه از اون که بود. چرا؟ کنار سرعتش یه علامت خطر آورده که میگه این بنچمارک 3200 مگابایت در ثانیه است حدوداً، ولی اوکیه انگار، قبول کردش، اما میگه که سرعتش زیر 5500 مگابایت در ثانیه است. شاید برای بازی‌های آینده این مشکل به وجود بیاد توی سرعت لود و اینجور چیزا، ولی خب الان میخوام دوباره همون روندی که برای SSD XPG S70 بلید انجام دادیم دوباره اینجا انجام بدیم. یه دوتا بازی کپی میکنم ببینم چقدر طول میکشه هر کدوم. اول فار کرای 78 گیگابایت. خب ببینم چند ثانیه طول میکشه. هفتاد و هشت گیگابایت رو توی یک دقیقه کپی کرد. من فاصله رو بخورم الان میگم. خب بازی کنام کپی میکنم. کنام نزدیک 18 گیگ، 17 ممیز 9 گیگ. پونزه ثانیه طول کشید کپی کردنش. کپی کردن کنام 15 ثانیه بودن طول کشید. یه بارم فورتنایت من کپی کنم، یه فورتنایت هم بزنیم. یه فورتنایت هم 29 گیگه. فورتنایت هم حدودا 25 ثانیه طول میکشه. خب فار کرای میخوام دوباره اجرا کنم. نمیدونم چرا سونی نمیذاره اسکرین شات ها، مخصوصا مدیا گالری کلا خیلی حجم زیادی میگیره توی پلی استیشن. نمیدونم سونی برای چی نمیذاره روی حالا M2 بتونیم اینا رو ضبط کنیم یا سیوا رو ذخیره کنیم. دلیلش رو نمیدونم. حالا شاید حتی بهترم باشه اگه ویدیو رو یه جا دیگه ضبط کنه. بریم بازی فار کرای.
خب بریم سوار اسب شم دوباره برم اون ور. این دفعه یه مسیر رو کچ کنم یه دیگه برم. ای وای زدم زیر پای خودم. چرا واقعا این راسوه. اگه براتون سوال چیه ایشون راسو هستن. خب بازی کنا لودینگش همون بود، هیچ فرقی نمیکنه به نظرم، تفاوت چندانی نداشت. اینجا که نمیشه رفت. برداشت سوم، الان میخواییم بریم XPG SX8200 Pro رو بزنیم که این نسل سومه. قاعدتا طبق توضیحاتی که پلیستیشن داده سونی داده نباید این اجرا بشه روی کنسول. الان اینو تست میکنیم. اینم بدجور داغ کرده، تازه یه مدت کمی توش بوده و هیت سینک هم روش هست، ولی خب هیت سینک های کوچولو هم اینا. بهتر از اون 8 میلیمتری ها بگیرین و مراقب باشین اندازهشون، یعنی طولش بالای 8 میلیمتر نباشه چیز ارتفاعش، و عرضش هم بالای 22 نباشه، حالا نهایت 25. آها خب الان اومدیم یه دونه پی سی آی نسل 3 زدیم که همه مدل SX8200 Pro. تو این مدل وقتی که وصلش میکنیم سونی میاد اون گیری که قراره بده رو میده بهمون، میگه که باید حتما پی سی آی نسل 4 یا جدیدتر باشه و اینکه حتما باید حافظه 250 گیگابایت حداقل و 4 ترابایت حداکثر باشه. نمیذاره با نسل سوم اصلا کنسول رو روشن کنید، به خاطر این بعد بزنیم خاموش کنیم و در بیاریم و تازه اون موقع میشه از کنسول استفاده کرد. خب این بود آموزش ارتقاء SSD پلیستیشن 5. در مجموع کار خیلی پیچیده ای نیست، اگر اون پنل روی پلیستیشن رو حالا با یه فشار درست باز کنید و یه پیچگوشی مناسب استفاده کنید و پیچه رو باش باز کنید، در مجموع کار پیچیده و خیلی سختی نیست. البته که در مقایسه با ایکس باکس که فقط یه دونه اسلات خیلی ساده داره برای SSD و یه دونه فقط یه مدل هم پشتیبانی میکنه، طبیعتا برای ایکس باکس کلا راحت تره. اما یه موضوع باید در نظر گرفت، توی پلیستیشن شما موارد و گزینه های مختلفی برای ارتقاء SSD داریم. مثلا حالا ما اینجا اومدیم XPG رو گفتیم که حالا اسپانسرش آونگ بود، اما که برای ایدتا هم هست اینا بگم. اما شرکت های دیگه مثل سامسونگ حالا 980 پرو یا وسترن دیجیتال مدل بلکش SN850 هم تو بازار موجوده، شما میتونین برای ارتقای کنسولتون برین و اون SSD مورد نظر از شرکت مورد نظرتون خریداری کنین. در مجموع میخوام اینو بگم که دستتون بازتره توی پلی استیشن و مخصوصا برای آینده که نسل جدیده
حالا پی سی آی یا میان احتمالاً آزادتر و راحت‌تر میتونین ارتقا بدین SSDتون رو. اما تو پلیس تو ایکس باکس این مورد نیستش، فقط مایکروسافت اجازه میده که از همون SSD حالا اسلات SSD که 1 ترابایت استفاده کنین، حالا نسخه 2 ترابایتیش هم انگار اومده. در مجموع باید بگم که خیلی کار پیچیده ای نیست، موارد گزینه‌های مختلفی داریم برای اینکه بتونین پلی‌استیشن 5 تون ارتقا بدین. لطفاً نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون دکمه سابسکرایب رو بزنین، روی لایک کلیک کنید. مورد سوم چی بود آقا رضا؟ رکن سوم اون زنگوله رو هم فراموش نکنین. نظرتون رو در مورد این ویدیو هم بگین. ممنون که ما رو تماشا کردین. اگر برای شما کاربردی بود با بقیه هم به اشتراک بذارین، با کسایی که پلی استیشن 5 دارن. تا یه ویدیو بعد، خدا نگهدار.